خداوند من را بر اساس کارهایی که انجام میدهم الان و اینها به عنوان سند رسمی است در پرونده من ثبت می شود و من را بر اساس این کارهایی که انجام میدهم محاسبه می کند. خیر شر، این خیرت هست، این شرت هست، وزن می شود. بعد استدلال نمی شود به کتاب جهان هستی که خداوند قرار دادن نوشتن، اون پرونده کلی جهان هستی. خداوند من را بر اساس کاری که انجام دادن، هادا کتابنا ینطق علیکم بالحق اینا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، نسخه برداری می کردیم از اون کاری که شما انجام می دادید، می نوشتیم. اینا رسولنا لدیهم یکتوبون، پیامبران فرستاده های ما فرشتگان می نویسن، کرامن کاتبین، نویسندگانی که محترم هستن. پس من را بر اساس کاری که انجام می دهم، من از کجا میدونم که قدر من چی بوده؟ یعنی من یه گناهی انجام میدم، یه کار نادرستی انجام میدم، بعد میگم خب حالا مقدر بود، موفق نمیشم، حالا میخوام شکست خودمو توجیه کنم، گناه خودمو میخوام توجیه کنم، میگم چی؟ خدا من را وادار کرده، مقدر بود. این خیلی حرف نادرستی است، نسبت دادن بدی ها و زشتی ها به خودمون. خود را از زشتی ها و بدی مبرا می‌داریم، میدونیم که زشت هست، در شأنمون نیست، اما اونو به خداوند نسبت میدیم که خداوند دیگه دارای صفات کمال هست. ما میگیم سبحان الله، خداوند پاک از و منزه هست از هر عیبی، از هر نقصی، از هر ظلمی. الان من وقتی این کار زشتی انجام میدم، بعد به خدا نسبت میدم و میگم که خدا خواسته، یعنی چی؟ یعنی نسبت دادن زشتی به خدا. من برای خودم نمیپسندم، میدونم که مردم همه زشت میدونن این کارو، همه چپ چپ نگاه میکنم، میگم کار خدا خواسته، منو به تقصیر نگیرید، من مقصر نیستم، خدا منو وادار کرده. این چه حرف زشت نیست؟ درش شرک و کفر و توهین و اهانت و همه چیز هست. این نادرست هست. این یتبعون الا الظن، این پیروی کردن از گمان هست، هیچ مستند درستی نداره. پس قضا و قدر مفهوم درست کنیم، خداوند دونستن که من چه کار میکنم و نوشتن، این از کمال علم خداست. اما آیا منو وادار میکنن؟ نه، میدونن که من این کار انجام میدم، خداوند به من اراده داده، قدرت هم داده، عقل هم داده، راه را نشونیم داده، چاه نشون داده، پیامبران هم فرستاده، کتاب آسمانی هم فرستادم، راه شد.